بادام و کوی درخشه همیشه سبز اما پربار در عرصه های جنگلی زاگرس بادام یکی از گونه های جنگلی استان ایلام هست به طوری که 15 هزار هکتار از بخش های جنوبی استان ایلام رو در بر گرفته چغال بادام مسئول این درخشه کوهستانه که این روزها منبع روزی بسیاری از زاگرس نشینان شده طوری میشین که هیچ آسیبی به درخت نمی رسه و چیدنش خیلی آسان این نعمت خدا داری و داریم استفاده میکنیم از هر درخت ده دکی یه می میشنیم درآمدش هم خیلی خوبه شاید چغال بادام یکی از آن میوه های جنگلی است که همه منتظر رسیدنش هستند بزرگ و کوچک این میوه وحشی را دوست دارند میچنیم میبریم خونه می میگیریم مغزش می خیلی مخویه هم به صورت خام مصرف میکنیم ترش مزه است هم میبریم خونه فراوری برای فروش مغزش با اصل طبیعی و شیر محلی قاطی میکنیم و سپانه مقوی خوبی داره بخشی از مسئول چیده شده به صورت تازه خوری مصرف میشود و بخشی هم به صورت سنتی فراوری و روانه بازارهای مصرف میشود یال مشته دا او جوش نمش؟ تا پوستش جدا با بعد آماده نمک بونیمش آماده مصرفش بود بعد از این که فراوری کردیم مشتری های از استان های همجوار داریم میان اینجا کیلو پنجه آزار ازمون میخرن این نوبرانه کرگدار و خوشمزه علاوه بر خواص دارویی از ارزش غذایی بالایی هم برخورداره چغال بادام کوهی سرشار از آهن و ویتامین های ای و سی و مؤثر در درمان کمخونی، کاهش کلسترول خون و تنظیم سطح قند خون است و ارزش غذایی آن از گردو و پسته بالاتر است برداشت این محصول بسته به شرایط اقلیمی از اواخر اردیبهشت ما آغاز و تا اوایل تیر ما ادامه دارد عرصه های جنگلی استان ایلام یکی از وسیع ترین مناطق رویشگاهی بادام و کوهی کشوره که در صورت راه اندازی صنایع فراوری متناسب با آن میتونه علاوه بر اشتغال روستایان به صادرات این مسئول اقتصادی هم کمک کند. کیانوش گیلانی خبرگزاری صدا و سیما در شهر